در هفته گذشته دو مرد موترسایکل سوار در شهر کندهار بر دختران دانش آموز تیزاب پاشیدند. امروز رئیس جمهور کرزی خواهان مجازات علنی این تیزاب پاشان شد و گفت که حکومت زمینه های خوب آموزش را برای دختران فراهم خواهند کرد. به این انسان ها از علمای کرام دین پرسان میکنم، از طرح محکمه پرسان میکنم، اعدام مرمله عامم قبول دارم کشان. در همین حال شماره از نمایندگان کندهار در شورای ملی میگویند که درباره این رویداد که یک هفته از آن میگذرد وزارت داخله هیچ کدام کاری نکرده است و نهادهای دفاع از حقوق بشر نیز در این باره سهلنگاری نشان میدهند. اشخاصی که اینا کار را که انجام دادن اگر دستگیر شوند اینا را باید به اشد مجازات که یعنی اعدام است اینا را باید محکمه کنن و اعدام شوند، اعدام هم به محضر عام شوه. په ابتدایی گامونو که مدری کس مشکوک کسان نیولی دی یا ولدوین تحقیقات روان دی، باید توسط مسئولین عدلی و قضایی مسئولین امنیتی اینا دستگیر شوند و توسط مسئولین عدلی و قضایی باید به سزای اعمالشان رسانده شوند. در همین حال مسئولان شفاخانه بهاج از درمان رایگان این دانش آموزان که هزینه هر کدامشان 3 تا 4 هزار دلار می شود نیز خبر می دهند. در صورت امکان اگر علاج معالجهشان دهیجه نشد، کوشش ما ای است که بتانیم اونا را به ترکیه روان کنیم و علاجشان را مکمل کنیم. گفتنی است که هفته گذشته به سوی 15 دختر دانش آموز که به مکتب می رفتند از سوی دو مرد موترسایکل سوار تیزاب پاشیده شد که در نتیجه صورتهایشان آسیب دیدند.